دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای ثروتمند خواست همزمان با توسعه در همه زمینه‌ها اعتیاد به مصرف سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از کشورهای ثروتمند خواستار حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی شده است. وی هشدار داد که ثروتمندترین کشورهای جهان با گسترش فعالیت سوخت‌های فسیلی که تهدیدی برای تشدید امواج گرما و سایر تأثیرهای آب و هوایی است، جان میلیاردها نفر را به خطر می‌اندازند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از همه کشورها خواست تا با بیماری اعتیاد جهان به زغال سنگ، نفت و گاز مبارزه کنند. وی هشدار داد که رکورد گرما در این هفته باید کشورهای ثروتمند را به سمت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سوق دهد. گوترش در سخنرانی خود در نیویورک گفت باید سیل گسترش سوخت‌های فسیلی را که در برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان مشاهده می‌شود، سریع و منصفانه به تدریج کنار گذاشته شود. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می‌شود که گاردین فاش کرد چگونه افزایش اکتشاف نفت و گاز تازه در سال 2024 حدود 12 میلیارد تن گازهای گرم کننده سیاره زمین را در طول عمر پروژه‌های حفاری جدید تهدید می‌کند. کشورهای ثروتمندی مانند ایالات متحده و بریتانیا با وابستگی اقتصادی به سوخت‌های فسیلی در صدر این فهرست قرار داشته و سال گذشته رکورد 825 مجوز صدور نفت و گاز را شکستند. گوترش همچنین گفت که ثروتمندترین کشورهای جهان باید یارانه سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند، به پروژه‌های جدید زغال سنگ پایان دهند و از کشورهای در حال توسعه و آسیب پذیر در برابر تأثیرات آب و هوایی مانند موج گرما، سیل و خشکسالی حمایت کنند. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد رهبران تمامی کشورها باید بیدار شوند و در این زمینه گام بردارند. تلفات فزاینده بحران آب و هوا در این هفته مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و جهان 13 ماه متوالی گرمای بی سابقه را تجربه کرده و انتظار می رود امسال رکورد دمای سالانه شکسته شود. در تابستان امسال موج گرمای شدید ایالات متحده، اروپا و ژاپن را فرا گرفته است، در حالی که حداقل 1300 نفر در زیارت حج در عربستان سعودی جان خود را از دست دادند. سازمان ملل روز پنجشنبه گزارش جدیدی منتشر کرد که در آن از کشورها خواست برای محافظت از مردم در برابر گرمای شدید اقدامات بیشتری انجام دهند و به داده‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد سالانه حدود 489,000 نفر از سال 2000 تا 2019 بر اثر گرما جان خود را از دست دادند که تقریباً نیمی از آنها در آسیا و یک سوم این اتفاقها در اروپا اتفاق افتاده است. داده‌های جدید سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بیش از 70% از نیروهای کار جهان، تقریباً 2,400,000,000 نفر اکنون در معرض خطر گرمای شدید قرار گرفتند.